سلام، شبتون بخیر باشه. با شبنامه در خدمت شما هستیم. اگر موافق باشید گزارش مربوط به حوادث بیروت رو امشب از زبون شخصی رو هم مرور بکنیم که در این حوادث حضور داشته و از نزدیک اون چیزی که رخ داده رو دیده و به آمریکایی‌ها منتقل کرده. قبلش فقط اگر اجازه بدید من یک مقدمه رو خدمت شما عرض بکنم. در شب‌های گذشته ما یک جمله رو در شبنامه گفتیم و اون هم این بود که مشکل اصلی کشور ما امروز با مدیران پیر و خسته هست. یک کامنت رو یکی از دوستان فرستاده، من قبل از ادامه بحث این کامنت رو براتون بخونم چون احساس میکنم که یک سوء برداشتی رخ داده از اون چیزهایی که ما به شما ارائه دادیم. این دوست عزیز در پیام خودشون نوشتن که سلام و عرض تشکر از تحلیل شما، میخواستم نکته ای را به تحلیل شما اضافه کنم. اولا همه انسانهای مسن را پیر و خسته ندانید. دوما مهمترین نکته ای که مستقیما به آن اشاره نکردید این است که جوانهای متعهدی که نام بردید تحت نظر چه مدیرانی قرار داشتند که توانستند ظرف مدت 40 ساله در شرایط تحریم و بدون تجربه و سابقه قبلی در ساخت چنین سیستم های موفق شوند. آیا غیر از این است که این قسمت تحت نظر مستقیم رهبر عزیزمون فعالیت کردند و به نصایح و راهکارهای ایشان گوش فرا دادند؟ چه بسا اگر سایر مدیران مخصوصا اقتصادی به نصایح و راهکارهای ایشان گوش فرا داده بودند امروز دچار مشکلات نبودیم. هنوز هم دیر نیست. راه موفقیت ایران و ایرانی مذاکره با آمریکا نیست. این راه که میروید به ترکستان است. زیادگویی را بر بنده ببخشید. من هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما آقای امیری. عذرخواهی میکنم اگر توضیحاتم در شبنامه قسمت قبل ناقص بوده. کاملا با شما موافقم، اصلا و ابدا کسی بر این باور نیست که همه افراد مسن رو باید پیر و خسته دونست. ما مخلص همه بزرگترهای خودمون هستیم. یقین داریم اون چیزی که امروز ایران داره به سمتش پیش میره و اون چیزی که امروز ایرانی‌ها در جهت مثبت اون رو محقق کردن با استفاده از تجربیات همین بزرگترها بوده. بزرگترهای بالای سر این جوانهای با انگیزه و سخت کوش بودن که این بزرگترها موفق شدن این مسیر رو برای اونها به درستی ترسیم بکنن و اگر ریش سفیدهای دلسوز ما نبودن قطعا این مسیر تا امروز به این شکل پیش نمی‌رفت. من باز هم عذرخواهی می‌کنم اگر نکته‌ای رو بد رسوندم یا بد مطرح شده. مخلص همه رفقا هستیم. به بزرگترهای خودمون هم به شدت ارادت داریم. اگر اجازه بدید بریم سراغ گزارش. یک مقدار گزارش‌های قبلی رو سعی کردم مفصل‌تر و عمیق‌تر خدمتتون ارائه بدم چون منتظر بودم گزارش امشب آماده بشه و به دستم برسه تا این گزارش رو ترجمه‌اش خدمت شما ارائه بدم و با هم دیگه بخشای از اون رو مرور بکنیم. گزارشی که می‌خوام امشب براتون بخونم دیده‌های شخصی هست به نام نیکولاس بلانفورد. این شخص این گزارش رو برای اندیشکده شورای آتلانتیک نوشته. من قبلش لازم هست یک نکته رو داخل پرانتز خدمت شما عرض بکنم. هر چی بیشتر اتاق‌های تصمیم‌سازی آمریکا رو مورد بررسی قرار میدم و هر چی بیشتر نکاتی که توسط اونها مطرح شده رو بررسی میکنم به یک نکته میرسم و اون نکته این هست: برخلاف فضایی که رسانه‌های همسو با آمریکا دارن سعی میکنن پیرامون قضیه بیروت نشون بدن، اتاق‌های تصمیم‌سازی آمریکا و کسانی که به اصطلاح در حیات خلوت آمریکا نشستن و موظف هستن که تحلیل درست و دقیق ارائه بدن به مقامات آمریکایی، اونها برخلاف رسانه‌هاشون بر این باور هستن که اون چیزی که رخ داده اگر یک عامل غیر طبیعی بوده باشه اولین احتمالی که باید بهش فکر بکنیم اسرائیل هست. برگردیم به این گزارشی که میخوام براتون بخونم. این گزارش رو همونطور که گفتم نیکولاس بلانفورد برای اندیشکده شورای آتلانتیک نوشته. این شخص در این گزارش میگه زمانی که این انفجار رخ داد من در 14 مایلی شرق بیروت در حال رانندگی بودم که به یک بار صدای یک انفجار بلند شد و این انفجار به حدی قوی بود که ما دچار وحشت شدیم و اولش فکر کردیم که به خاطر جشن‌هایی که در این منطقه به راه افتاده احتمالاً بچه‌ها در حال آتش‌بازی هستند و اون انفجاری که رخ داده مربوط به همین آتش‌بازی‌ها باید باشه. این شخص میگه در ادامه مسیر خودمون در کنار یک مغازه متوقف شدیم و اونجا من از شخصی که در حال گذر کردن از اونجا بود شنیدم که یک انفجار عظیم در بیروت رخ داده. کمی بعدتر از این صحبت‌ها تلفن من شروع کرد به زنگ زدن و تقریباً همه در خصوص این انفجار از من می‌پرسیدن و گمان اولیه همه ما هم این بود که این انفجار یک حمله هوایی بوده که از سوی اسرائیل رخ داده برای اینکه محموله‌های تسلیحاتی مقاومت لبنان رو مورد هدف قرار بده. به یک نکته اینجا دقت بکنید. یک مصاحبه اخیراً در رسانه پخش شده به نقل از آقای نادر طالب‌زاده اگر اشتباه نکنم که برای اولین بار به نقل از سردبیر یک نشریه آمریکایی میاد این رو مطرح می‌کنه که اون چیزی که در لبنان رخ داده متأثر از شلیک یک موشک بوده که این فاجعه رو به وجود آورده و این صحنه رو در لبنان رقم زده. خیلی ها اومدن پیرامون این قضیه صحبت کردن که آیا اصلا موشکی در کار بوده، آیا این مسائل میتونه صحت داشته باشه و یا اینکه اینها صرفا حرفایی هست که نباید بهش
بهش اعتنا کرد. من نمیخوام اظهار نظر بکنم پیرامون اینکه آیا موشکی در کار بوده است یا نه، ولی میخوام ادامه گزارش این اندیشکده رو بخونم تا ببینیم آمریکایی ها در اتاقهای فکری خودشون پیرامون چیزی که رخ داده چطور فکر میکنن و چطور اظهار نظر میکنن. اجازه بدید ادامه این گزارش رو بخونیم. این شخص در ادامه گزارش خودش میگه که در تماس هایی که با من گرفته شد در لحظه که این انفجار رخ داده به من این رو اطلاع دادن که کمی قبل تر از اینکه این انفجار رخ بده صدای جت ها و پهپادهای اسرائیلی بر فراز بیروت شنیده شده. اجازه بدید من ادامه متن رو از رو براتون بخونم. نوشته که اما ساکنان بیروت و به طور کلی لبنان هر روز صدای جت ها و پهپادهای اسرائیل را میشنوند. میگه که اون لحظه‌ای که این اتفاق رخ داده پهپادهای اسرائیلی اونجا در حال حرکت بودند، منتها از این جهت که پرواز اسرائیل ها در این منطقه برای لبنانی ها عادی شده و یک چیز کاملا طبیعی هست، دیگه کسی به این قضیه حساس نشده و کسی احساس نکرده که خب ممکن هست یک فاجعه ای متفاوت تر از چیزهای قبلی در اینجا رخ بده و این پهپادها اومدن که یک عملیات رو انجام بدن. این شخص در ادامه گزارش خودش برای اندیشکده شورای آتلانتیک اومده روایت کرده اون چیزهایی رو که دیده، رفتن برق در لبنان، اتفاقاتی که برای مردم رخ داده، صف و ترافیکی که بوده، وضعیت بیمارستان ها، اینها رو به طور کامل توضیح داده. بعد انتهای گزارشش یک نکته ای گفته که من احساس میکنم این نکته هم پیام داره و اگر اجازه بدید این رو هم میخوام از روی متن برای شما بخونم. دفتر من که از آنجا صدای جت های اسرائیل رو بر فراز آسمان میشنیدم از بین رفته بود. تمام این چیزها حکایت از فاجعه ای مادی و انسانی داشت. لبنان در اول سپتامبر صدومین سالگرد استقلالش را برگزار خواهد کرد. در حال حاضر و با توجه به تمام اتفاقاتی که طی یک سال گذشته رخ داده دیگر جایی برای جشن گرفتن نخواهد بود. تقریبا اکثر گزارش هایی که اتاقهای تصمیم سازی آمریکا نوشتن و مطالبی از این دست که منتشر شده یک جمله داره که اون چیزی که رخ داده کار اسرائیل بوده. ما البته همه اینها رو قبلا با هم بحث کردیم، ولی شنیدن اینها از زبان اتاقهای تصمیم سازی آمریکا و کسانی که در رسانه هاشون دارن القا میکنن که این فاجعه به مقاومت لبنان ربط داشته قابل تأمل تره. یعنی کسانی که دارن در زبان و در ظاهر اعلام میکنن که اینها به مقاومت اسلامی لبنان ربط داشته، در گوشی دارن به صراحت اعلام میکنن که این فاجعه که رخ داده به اسرائیل ربط داشته و اقدامی هست که احتمالاً توسط اسرائیل رخ داده. یک چیز دیگه البته ماجرا رو برای من قابل تأمل تر میکنه، دوست دارم این رو هم با شما در میون بگذارم. در تمامی گزارشی که در این مدت از اندیشکده ها و اتاقهای تصمیم سازی آمریکا دیدم یک موضوع برای من قابل تأمله و اون این هست که اندیشکده ها از کارشناس های خودشون خواستن که این کارشناس ها بیان برای اونها این رو بررسی بکنن که آیا احتمال وقوع نبرد بین حزب الله وجود داره یا نه. اجازه بدید یک مقدار متوهمانه ماجرا رو برای شما بگم. انگار که اینها اومدن به این پرداختن و به این فکر کردن که آیا ممکن هست یک تنش یا یک چیزی شبیه به اون پیش بیاد و اون باعث بشه که حزب الله و اسرائیل در مقابل هم قرار بگیرن و با هم وارد یک نبرد بشن. انگار که تلاش کردن تا فضا رو سبک سنگین بکنن و همه چیز رو یک بار دقیق‌تر مورد ارزیابی قرار بدن. بعد از نکاتی که آقای نادر طالب‌زاده مطرح کرده بود، یک عده حتی از دوستان خودی اومده بودن این رو مطرح کردن که نکاتی که ایشون گفته متوهمانه هست، یک حرف عجیبی رو اومده مطرح کرده. وقتی این مطالبی که اتاقهای تصمیم سازی آمریکا دارن مطرح میکنن رو بررسی میکنیم، میبینیم نه، خیلی هم متوهمانه نیست. این چیزی که اونها هم بهش رسیدن، اونها هم دارن روش مانور میدن و اونها هم دارن در حرفهای غیر رسمی و درگوشی خودشون مطرح میکنن. من البته در پاسخ به این نکته که این فاجعه دقیقاً کار چه کسی بوده و چه پیامدهایی ممکن هست داشته باشه به یک نکته اشاره بکنم و اون هم صحبتهایی هست که دیروز رهبر مقاومت اسلامی در لبنان مطرح کرده بود. این شخص در صحبت خودش تاکید کرده بود که تحقیقات برای پیدا کردن عامل اصلی این فاجعه در حال انجام شدن هست و اگر مشخص بشه که این فاجعه توسط صهیونیست‌ها اتفاق افتاده، نه تنها مقاومت لبنان بلکه تمام مردم لبنان و تمام گروه‌های سیاسی در لبنان موظف هستند که نسبت به اون چیزی که رخ داده واکنششون بدن و پاسخ درخور برای واکنش نشان دادن به اقدامی که صهیونیست‌ها انجام دادن رو در دستور کار قرار بدن. من تلاش کردم امشب از زاویه دید اتاق‌های تصمیم‌سازی آمریکا آنچه که رخ داده رو برای شما مورد بررسی قرار بدم و نگاه اونها رو هم خدمت شما در این خصوص ارائه بدم. شبنامه امشب رو همینجا به پایان می‌رسونیم. منتظر پیام‌های ارزشمند شما هستیم. شبتون بخیر.